دول استعمارگر انگلیس و روسیه در زمان قاجار، هنگامی که به طور کامل تونسته بودن قدرت و نفوذ خودشون رو در ایران تثبیت کنند، با سازماندهی سازمانهای اطلاعاتی تونستن که به تمامی ارکان و چهارچوبهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی در عقاید مذهبی ورود پیدا کنند که به نوعی منشأ و منبع اصلی این سازمانهای اطلاعاتی در آن دوره در دربار قاجار نهانیده شده بود. در واقع این سازمان‌های اطلاعاتی در دربار قاجار تنها مربوط به رجال و دولت مردان جاسوس ایرانی که در آن سمت گماشته می‌شدند نبود، بلکه می‌توان گفت که یکی از مخوف‌ترین و کارآمدترین سازمان‌های جاسوسی در آن دوران محسوب می‌شد و به عنوان سوگواری و ندیمه‌های درباری به حرم سرا و به آن محیط درباری راه پیدا می‌کردند پرستوهای انگلیسی بودند. دول استعمارگر به ویژه انگلیس به واسطه پرستوهای انگلیسی میتونستند که خط مشهای هدفمندی رو در دربار به وجود بیارن که یکی از اون اهداف بزرگ کمک میکرد که سیستم درباری همواره دچار بحران و فسادهای اخلاقی باشه. این پرستوهای جاسوس انگلیسی نقش بسیار پررنگی نه تنها در به وجود آوردن اختلافات و فسادهای اخلاقی می شدن، بلکه می تونستن که با به دست آوردن اطلاعاتهای محرمانه و سری ضربه مهلکی به سیستم و ارکان دولتی و مملکتی، البته به طور ناخردانه و ناآگاهانه با کمک گرفتن از سفرای خارجی به وجود بیارن. در دربار قاجار رسم فرمانبرداری رجال ایرانی که از طریق رشوه و دادن یک سری امتیازات که از طریق سفرای بیگانه به آنان داده میشد، در آن دوران سیاسی قاجار بسیار رایج و مصری شده بود. بعد از شکست ایران در جنگ‌های قفقاز و هرات، قدرت‌های دول بیگانه روس و انگلیس در ایران تثبیت شد و بعد از آن بود که این رسوم ناپسند در بین رجال سیاسی ایران موروثی گردید. رجال سیاسی که در فکر روز مبادا بودن، خودشون رو به طریقی در یکی از سفارت‌های روس و انگلیس جا می‌کردند تا بتونن خدماتی برای حامیان مقتدرشان انجام بدن. زمانی که مردان درباری تحت حمایت و فرمان قدرت‌های خارجی قرار گرفتند، این رویه نیز در حرمسراهای درباری نیز رسوخ پیدا کرد. در واقع کسانی هم که در آنجا آینده مبهم و نامعلومی داشتند، با این طریق می‌خواستند جایگاه خودشون را در حرمسرای قاجاری تثبیت کنند. زنان جاسوس درباری به دو دسته جاسوسان عادی و جاسوسانی که به پرستو شهرت یافتن تقسیم می شدن. جاسوسان پرستو می تونستن با استفاده از نقطه ضعف‌های رجال شهوتران و با بکار بردن حربه‌های جنسی روش سیاست‌های اطلاعاتیشون رو پیاده کنن. در یادداشتی از سر دوتیمر وزیر مختار انگلیس آمده که روز یکی از خواجه‌های حرم سرا سوار بر اسبی یورتمه زنان به سفارت انگلیس آمد. به من اطلاع داد که بانوان حرم سرا تصمیم گرفته ان به صورت دست جمعی به سفارت متحسن شوند. زمانی که علت را جویا شدم، دریافتم که اعلی حضرت همایونی قصد کرده که خواهر یکی از زنان عقدی خودش را نکاح کنه. چون این عمل در مذهب اسلام زشت و غیر مجاز است و اعلی حضرت هم به حرف کسی توجه نمی کرد، لذا زنان حرم که از هر دری ناامید شدند و حتی از واسطه قرار دادن روحانیون هم نتیجه ای نگرفتند، به ناچار تصمیم گرفتند که دست کمک و استعانت به سوی سفیر انگلیس دراز کنند که شاید اعلی حضرت همایونی به خاطر نفوذ و قدرت سیاسی انگلیس دست از این عمل ناپسند و خلاف شرع بردارد. سفیر انگلیس در جواب به خواجه حرمسرا جواب داد که از پذیرایی زنان حرمسرای سلطنتی در محوطه سفارت فوق‌العاده مفتخر خواهیم بود.
اما چون باید تدارکات نهار برای متحسنان عالی قدر دیده شود، بهتر است که اقلن از عده آنها با خبر باشم. از پاسخی که خواجه حرمسرا به من داد سرم گیج رفت، زیرا معلوم شد که 300 نفر از پرده نشینان حرم خیال تحسن را دارند، که پس به ناچار دستور دادم که با کمال عجله مقدار زیادی چادر و سراپرده در باغ سفارت برافراشتند. سپس به غلامان سفارت مأموریت دادم که در تدارک نهار و شام باشند. اما مدت کوتاهی نگذشته بود که قاصد دیگری نزد من آمد و با اظهار تشکر گفت که خانم‌ها به حضور ایلچی سلام رسوندن و گفتند که دیگر آمدنشان به سفارت منتفی شده، چرا که اعلی حضرت همایونی بعد از اینکه شنیدند که اهل حرم خیال دارند از دست حضرت سلطان به سفارت انگلیس شکایت کنند، از تصمیم سابق خود منصرف شد. زندگی در حرمسرای شاهی برخلاف ظاهر زیبایی که داشت سراسر از رنج بود. تفاوت‌های زیادی بین زنان حرمسرا وجود داشت که همین امر هم موجب به وجود آمدن اختلافات زیادی بین آنان می‌شد. عامل مهم دیگری که باعث کشمکش و دشمنی بین زنان حرم می‌شد این بود که شاه به بعضی از زنان علاقه بیشتری نشون می‌داد. به همین واسطه زنان برای اینکه بتونن نظر شاه را به خودشون بیشتر جلب کنن، حرمسرا به میدانی از حسادت و رقابت تبدیل شد. در حرمسراهای قاجار هزینه‌های گزافی صرف اداره کردن حرمسرا میشد و تمامی زنها دارای مواجب معین اما متفاوتی بودند، که این خود نیز باعث به وجود آمدن اختلاف و حسادت بین زنان حرم میشد. در واقع سلاطین قاجار با به وجود آوردن حرمسراهای عریض و طویل و کم توجهی کردن آنها نسبت به زنان حرم، عاملی می شد که زنان برای حفظ موقعیتشون به سفرای خارجی به ویژه انگلیسی ها دست دراز کنند. شاهزاده عباس میرزا پسر محمد شاه قاجار و برادر ناصرالدین شاه در خاطراتش چنین می گوید: چند روز بعد از مرگ پدر، مهد اولیا دو تن از برادرانش را مأمور می کند که وقتی من از حرمسرا بیرون می آیم مرا کور کنند. این خبر به اندرون درز پیدا کرد و حرم صلاح دیدم که متوسل به سفیر انگلیس شویم. به همین خاطر کاغذی از جانب من برای سفیر انگلیس نوشته شد. سپس فرهاد میرزا توانست که کاغذ را از بیراهه‌ای که به باغ قلهک سفیر انگلیس در آنجا بود برساند. از آنها خواستیم که برای نجات من دخالت کنند و بلافاصله سفیر انگلیس پزشک مخصوص خودش را پیش مهد اولیا فرستاد. در واقع به آنها القا نمود که عباس میرزا تحت حمایت انگلیس هست و به همین خاطر مهد اولیا و افرادش که وقتی از این وضع آگاه شدن دیگر به من متعرض نشدن. استعمارگران بیگانه که به خوبی از وضعیت آشفته ی حرمسراهای قاجار با خبر بودن، پس سعی بر این می کردن که ارتباطشون رو با حرمسرا و درباریون قاجار بیشتر کنند. در بعد به ورود سرگروزلی، سفیر انگلیس به ایران، همسرش را به دیدار آقاباجی که یکی از زنان حرمسرا و پرنفوذ فتح علی شاه بود می فرستد. در واقع با دادن تکیه الماسی به او قصد دارند که راه نفوذشان را در دربار قاجار فراهم کنند. و حتی به گفته جیمز فریزر، نقاش جهانگرد و سفرنامه نویس اسکاتلندی که چندی در ایران به سر می برد، این گونه یادداشت کرده که تاج‌الدوله که یکی دیگر از زنان پرنفوذ فتح علی شاه بود، آنچنان به ایجاد روابط صمیمانه با انگلیسی ها علاقه‌مند بود که حتی به افتخار آنها میهمانی هایی برپا می کرد. در زمان قاجار ترس پادشاهان قجری به خاطر ترس از ایجاد روابط نامشروع زنان حرمسرا با مردان درباری، افشای اسرار سیاسی و همچنین برای حفظ امنیت زنان حرمسرا موجب می شد که آنها همیشه با شدیدترین نظارت ها مواجه بشن.
هنگام حرکت کاروان زنان حرم در معابر عمومی همیشه یک دست سوار با فریادهای دور شوید، کور شوید مردم را دعوت به خلوت کردن مسیر می کردند. با چسباندن صورت آنها به دیوار یا درخت و با دراز کردن آنها بر روی زمین هیچ کس حق نداشت که حتی نیم نگاهی به حرم شاهی کند. اما آنچه را که در تاریخ نقل می کنند برای سفارت انگلیس دور شوید و کور شوید وجود نداشت. در واقع رابطه سفارت انگلیس با حرم سرای شاه رابطه دو طرفه بود. زنان حرم برای بقا در دربار نیاز به حمایت انگلیسی ها داشتند، چون شاهان قاجار تنها از آنها حساب می بردند و گوش شنوا داشتند. در مقابل انگلیس هم نیاز به جاسوسان مقتدر در دربار داشت و همچنین اعمال قدرت انگلیس به وسیله زنان جاسوس در دربار برای انگلیسی ها مطلوب بود و اونها به خوبی از نفوذ بعضی از زنان حرمسرا بر پادشاهان قاجار با خبر بودند و سود می بردند. در دوره سلطنت آقا محمد خان با توجه به شخصیت جدیش و همچنین با وجود محدودیت‌های سختی در حرمسرا، زنان به هیچ وجه نمی‌توانستند در مسائل سیاسی کشور دخالت کنند. اما در زمان فتح علی شاه و ناصرالدین شاه تماس و مراوده‌ای که شاه وقت با زنان حرمسرا داشت به مراتب خیلی بیشتر از تماسی بود که با رجال کشور داشتند. به همین خاطر حضور زنان در اوضاع سیاسی دربار بسیار پررنگ‌تر بود. فتح علی شاه حتی در لشکرکشی‌هایش از همراه بردن زنان حرم غافل نبود. ناصرالدین شاه هم که در برخی مواقع حتی تا هفته‌ها از حرم خانه خارج نمی‌شد. پس این طبیعی است که در آن زمان برخی زنان حرم قابلیت این رو داشتند که در امور کشور مداخله کنند. مادام کارلا جهانگرد ایتالیایی در سفرنامه خود می نویسد ناصرالدین شاه هنگام تصمیم گیری در امور مسائل کشوری علاوه بر منجم مخصوص دربار همیشه با یکی از زنان سوگلی خود نیز مشورت می کرد، زیرا معتقد بود که او از نوعی پیشگویی خاصی برخورداره. کلونل کاساکوفسکی فرمانده قزاق روسیه تزاری می گوید پاره ای از زنان حرمسرای ناصرالدین شاه حتی زودتر از صدر اعظم از نیات شاه در باب مسائل جاری مملکت آگاه می شدند. زیرا شاه پیش از اقدام به هر کاری یادداشتهایی از کارهای مورد نظرش را می نوشت و اونها را پیش زنان امین حرمسرای خود نگاه می داشت. گاهی اتفاق افتاده بود که شاه در حرمسرا برای صدور فرمانی تصمیمی می گرفت و اون کار رو به بعضی از زنان باسواد حرم واگذار می کرد. در این باره پولاک که در مقام پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بود می گوید شاه قاجار با تمام عظمت ظاهری ای که داشت اما قدرت محدودی داشت. شاه با خیال واهی دل خودش رو خوش کرده بود که فرمان روای منحصر به فرد مملکت است، در صورتی که همچون مثل یک توپ بازی در دست دیگران می باشد. حال که این دیگران ممکن است مادرش، همسرش، وزرایش و یا هر درباری دیگری باشد که بتواند و وقایع و اتفاقات رو به گونه ای بیان کند که او هم به آن نتیجه رسیده باشد. مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه در رأس زنان مداخله‌گر در اوضاع سیاسی قرار داشت. او با مرگ شوهرش و با به قدرت رسیدن پسرش به تخت شاهی همچنان به عنوان یک رکن قدرت باقی ماند، به گونه ای که هیچگاه از سفارت انگلیس غافل نبود و همیشه تلاش می‌کرد که از حمایت و نفوذ آنها استفاده کند. کاردار سفارت انگلیس کنولل فرانس در خاطراتش این گونه می نویسد ملکه مادر از من خواهش می کرد که در تمام امور آزادانه با دربار مکاتبه داشته باشم و هر گونه پیشنهادی را که برای حال شاه مفید است را ارائه دهم. به واقع یکی از مهمترین اقدامات سیاسی مهد اولیا که با نفوذ و دخالت انگلیس انجام گرفت قتل امیر کبیر بود. دشمنی مادر شاه با امیر کبیر که دامادش نیز به شمار می آمد به این دلیل بود که دایره عمل درباریان از جمله خود مهد اولیا را بسیار محدود کرده بود.
تا آنجایی که بسیاری از جیره و مواجبهایی را که این عده از درباریان به خودشان اختصاص داده بودند را به کلی قطع کرده بود. کلمنت مارکام انگلیسی در همین موضوع به دسیسه و نقش مهد اولیا در عزل امیر کبیر این چنین اشاره کرده. والده شاه مهد اولیا اعمال امیر کبیر را تکذیب می کردن و عزل این وزیر با تدبیر را از ما خواستند و مادر شاه در همان هنگام با صدارت اعظمی امیر کبیر مخالفت می کرد و تلاش داشت برای مهار قدرت او که با حمایت انگلیس امکان پذیر بود سرانجام زمینه قتل امیر کبیر فراهم شود و بعد از آن مهد اولیا با حمایت از میرزا آقاخان نوری موجب گردید که او به منصب صدارت اعظمی برسد. پس این گونه می توان نتیجه گرفت که یکی از مهمترین و حتی پرنفوذترین جاسوسان انگلیسی که به نام پرستوهای انگلیسی شهرت داشتند کسی نبود جز مادر ناصرالدین شاه مهد اولیا که او هم تنها برای تحکیم حفظ قدرت خود در دربار مجبور بود که برای انگلیسی ها و عوامل بیگانه جاسوسی کند اما به طور ناخردانه. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید سپاسگزارم و اگر در این باب نظری دارید حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید.